هواپیمای ملی ایران تو دهه 50 خورشیدی به عنوان روبه رشدترین شرکت هواپیمایی جهان شناخته میشد و در این حال یکی از ایمنترین، مدرنترین و پردرآمدترین شرکت‌های هواپیمایی دنیا هم بود. هواپیمای ملی ایران هما که تو سال 1340 کارش رو با چند هواپیمای ملخی شروع کرد، بعد از 15 سال رکورد راه اندازی طولانی ترین خط هوایی بدون توقف جهان رو از آن خودش کرد. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. همه چیز از یک باشگاه هوانوردی شروع شد. سال 1317 بود که به دستور رضا شاه یه باشگاه ملی برای هوانوردی تأسیس شد که هزینه‌اش از طریق مالیات تأمین می‌شد. با پولی که مستقیم از مردم جمع‌آوری شد، 25 فروند هواپیما، وسایل و تجهیزات لازم برای فرودگاه و قطعات یدکی خریداری شد. از طرف دیگه زمین فعلی فرودگاه مهرآباد به مساحت 1,400,000 متر مربع برای ساخت فرودگاه انتخاب شد. تا آخره سال 1321 باشگاه هوانوردی 12 خلبان و 18 تکنسیان داشت و آموزشگاه خلبانیش با 12 هواپیمای آموزشی برقرار بود. 12 هواپیمای دیگه این آموزشگاه تو همون زمان به وزارت پست و تلگراف فروخته شد. آذر ماه سال 1323 دو تا سرمایه‌دار ایرانی به اسماعیل رضا افشار که وزیر راه سابق ایران بود و غلام حسین ابتهاج رئیس بانک ملی، اولین شرکت هواپیمای ایران به اسم ایرانیان ایرویز رو تأسیس کردند که لوگوش هم پرچم ایران بود. این شرکت بعد از جنگ جهانی دوم کارش رو شروع کرد و اوایل فقط در مسیر تهران مشهد مسافر رو بار جا به جا می کرد. ولی یه مدت که گذشت در مسیرهای داخلی اصفهان، شیراز، بوشهر، آبادان و اهواز و چند مسیر خارجی مثل قاهره، بغداد، تل‌آویو و پاریس هم پرواز داشت. ناوگان هوایی این شرکت از تعدادی هواپیمای داگلاس دی سی 3 تشکیل شده بود و بعدها تونست تعدادی هواپیمای داگلاس دی سی 4 و ویکرز ویسکانت رو به ناوگان ایرانیان ایرویز اضافه کنه. سال 1333 یه شرکت هواپیمایی خصوصی دیگه به اسم پارس یا پرشین ایر سرویس تو تهران تأسیس شد که کارش رو به صورت باربری و با استفاده از هواپیماهای آورویورک شروع کرد و پروازهاش رو از تهران به بیروت، بیرندیزی و بازل از طریق آبادان انجام میداد. مدتی بعد این شرکت با خریدن هواپیمای داگلاس دی 7 سی از شرکت بلژیکی سابنا خطوط هواپیمایی جدید ایجاد کرد و از دو شهر تهران و آبادان به شهرهای پاریس، لندن، بروکسل و ژنو پروازهایی را به صورت منظم انجام میداد. سالهای اول دهه 40 برنامه‌های عمرانی زیادی تو ایران شروع شد که یکیش تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران یا هما با اسم بین‌المللی ایران ایر بود. دو شرکت هواپیمایی که تو ایران بودن توانایی توسعه فعالیت‌هاشون رو نداشتن و به خاطر همین دو شرکت ایرانیان ایرویز و پرشین ایر سرویس در 5 اسفند ماه سال 1340 با همدیگه ادغام شدن و هواپیمایی ملی ایران با سرمایه 17 میلیون تومانی تأسیس شد و اینطوری بود که صنعت هواپیمایی کشور ملی شد و از مالکیت بخش خصوصی خارج شد. همه امکانات و پرسنل دو شرکت هواپیمایی قبلی هم در اختیار هما قرار گرفت و این شرکت فعالیتش رو از فروردین 41 رسماً شروع کرد و تیمسار علی محمد خادمی که رئیس وقت ستاد نیروی هوایی بود به عنوان مدیرعامل هما منصوب شد. حالا که صنعت هواپیمایی ایران در حال ملی شدن بود، تصمیم گرفته شد تا طراحی لوگوش با مشارکت مردم و از طریق آگهی مسابقه تو روزنامه‌های کیهان و اطلاعات باشه. ادوارد زهرابیان که اون زمان 21 ساله بود و داشت خودش رو برای شرکت توی کنکور آماده می‌کرد، تصمیم گرفت تا توی مسابقه شرکت کنه. زهرابیان بعدها تو مصاحبه‌ای درباره طراحی این لوگو گفته: اون زمان جهانگردی می‌کردم. به آثار تاریخی علاقه داشتم. هنوزم دارم. یادم اومد سرستونی توی تخت جمشیده که میتونه خمیرمایه این طرح باشه. سر این تندیس اساطیری از یال اسب، گوش گاو و صورت عقاب تشکیل شده.
وقتی طرح رو برای شرکت تو مسابقه فرستادم به این نکته هم اشاره کردم که اتفاقا حروف اول هواپیمای ملی ایران مترادف با اسم پرنده اساطیری ایران یعنی هما میشه. هیئت داوران مسابقه که تعدادی از اساتید دانشگاه هنرهای زیبا بودن در نهایت طرح زهرابیان رو به خاطر سادگی و یک رنگی طرح به عنوان طرح برنده انتخاب کردن و با پیشنهاد زهرابیان اسم هما برای هواپیمای ملی ایران انتخاب شد. هما پروازش رو با هواپیمای داگلاس DC-3، داگلاس DC-6، ویکرز ویسکانت و آورو یورک شروع کرد و سال 42 به عضویت کامل یاتا یعنی انجمن حمل و نقل هوایی در اومد. هما اولین پروازش با هواپیماهای جت رو تو سال 44 و در مسیر تهران بیروت و با یه فروند بوئینگ انجام داد و بعد از اون تصمیم گرفت تا همه ناوگان خودش رو به هواپیماهای جت مجهز کنه. کم کم که هواپیمای ملی توسعه پیدا کرد، هما برای تکمیل کادر خلبانیش به دنبال ثبت نام دانشجو رفت. دانشجوها بعد از قبول شدن توی آزمون و گذروندن دوره‌های آموزشی برای دوره‌های تکمیلی و کارآموزی به آمریکا فرستاده می‌شدن. شرایط هما هم برای پذیرش دانشجو تابعیت ایران، سن بین 19 تا 22 سال، داشتن دیپلم متوسطه، داشتن سلامت کامل جسمانی و روانی، قد حداقل 165 سانتیمتر، آشنایی به زبان انگلیسی و سپردن تعهد به منظور عدم تعهل تا تموم شدن دوره آموزشی بود. دوران طلایی هما از اوایل دهه 50 شروع شد و تو همین ایام انواع بوئینگ به ناوگان این شرکت وارد شد. هواپیمای ایران ایر جدیدترین هواپیمای قاره پیما رو در اختیار داشت و به همین خاطر به عنوان یکی از قدرتمندترین شرکت‌های هوانوردی دنیا شناخته می‌شد. ایران ایر توی این سال‌ها پروازهای بدون توقف زیادی رو به طور روزانه به قاره اروپا داشت. مثلا در مسیر تهران لندن بیشتر از 30 پرواز هفتگی انجام می‌داد و رونق و اقبال چنان بود که خیلی زود پرواز تهران نیویورک هم به راه افتاد. خط هوایی تهران به فرودگاه جان اف کندی تو سال 54 با بوئینگ 707 و با یه توقف تو فرودگاه هیدرو لندن شروع شد و با خرید بوئینگ مدل جدید هما این هواپیمای دوربرد رو در مسیر تهران نیویورک به کار گرفت و اینطور بود که طولانی ترین خط هواپیمایی بدون توقف جهان رو راه اندازی کرد، پروازی که حدوداً 12 ساعت و ربع طول می کشید. دو سه سال قبل از انقلاب هواپیمایی ملی ایران به عنوان روبه رشدترین شرکت هواپیمایی جهان شناخته می شد و در این حال یکی از ایمنترین، مدرنترین و پردرآمدترین شرکت های هواپیمایی دنیا بود. سال 55 در بین 74 ایلاین مسافرتی هما بعد از شرکت استرالیایی کانتاس لقب ایمنترین شرکت هواپیمایی جهان رو گرفت و شهرت هما اونقدر در سطح جهان پیچیده بود که تبلیغاتش در سطح شهرهای مختلف دنیا دیده می شد و چهرهای معروف کشورهای مختلف برای سفر به ایران هواپیمایی ملی ایران رو انتخاب می کردن. در اون سال هما تلاش می کرد تا از موقعیت استراتژیک ایران به عنوان نقطه‌ای بین شرق و غرب عالم استفاده کنه و ایران رو به مرکز ترانزیت بار و مسافر در جهان تبدیل کنه. اسم رسمی ایران ایر بعد از انقلاب و در سال 1360 به هواپیمای جمهوری اسلامی تغییر کرد و با تغییر کردن سیاست‌ها انجام بعضی از پروازهای بین‌المللی هما تغییر کرد و تعدادی از اونها مثل پرواز تهران تل آویو به طور کلی تعطیل شد. ولی اون چیزی که بیشتر از همه صنعت هوایی ایران رو توی اون سالها متضرر کرد سایه جنگ 8 ساله و تحریم‌های اعمال شده از طرف آمریکا بود، به طوری که تنها چند هواپیمای کوچک فوکر تمام چیزی بود که به ناوگان هوایی ایران اضافه شد. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت‌هامون حمایت کنید.